همین مسئله اصلاح نظام بانکی رو ببینید چگونه انجام شد. به جای اینکه برن ببینن که چرا مدیریت ریسک اعتباری به درستی صورت نمیگیره، در دنیا تخصیص منابع بانکی به صورت متمرکز انجام میشه، تعمد وجود داره. الان ما یک بانکی رو گذاشتیم مسئول رسیدگی به اون بانک متخلف. در خود این بانک بنده اطلاع دقیق دارم از طرف بانک، از داخل بانک، که تعمد وجود داره که وام هایی که شعبه داره اعطا میکنه اطلاعات این به داخل بانک منتقل نشود. یعنی شعبه داره وام میده، ستاد نمیدونه؟ به خود ستاد نمیخواد بدونه. شما ببینید وضعیت چطوره در همین بانکی که مسئول اصلاح سایر بانک ها شده. چرا وقتی در گوشی داری باشم صحبت میکنیم میگم چون میخوایم بدیم بره، میخوایم وام بدیم به دوست آشنا، و بالاخره رئیس شعبه خرج داره، بالاخره سر سال قبل از نوروز بالاخره یه سری سکه باید این طرف اون طرف بشه دیگه. سیستم به وجود آمده برای این فسادها، عادی شده. شما این بانکو میکنی مسئول اصلاح اون بانک، کوری اساکش کور دگر شود. چه شرایطی رو به وجود آوردی که این بانکی که اصلا بانک سالم شما فاسد نشود؟ هیچ. فقط ترکیب کنیم، کارمند اینجا رو بفرستیم اونجا که لاپوشونی کنیم، که اطلاعات از بین بره، وامی که باز نگشته، وام غیر جاری باید قطعا دنبال بشه. چه کسی پولو گرفته برنگردونده؟ چه کسی این پولو تقدیم کرده؟ در طبق زرین اومده اختصاص داده. این فرد باید مورد بازخواست قرار بگیره. شما یک مورد بگید مورد بازخواست قرار گرفتند. مدیران بانکی که این تخلفات رو به صورت روزانه عادی داره در کشور ما عادیه، و نتیجهش تورم 50% که سال بعد خدای نکرده ممکنه 200% بشه. به محض اینکه شما تورمتون بره به سمتی که سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری ناامید بشن، یعنی تخلیه شبه پول در پول صورت بگیره، یعنی حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تبدیل به حساب جاری بشه، شما وارد فرآیند ابر تورم میشید. حداقل از سال 97 شخص بنده اومدم بارها و بارها هشدار دادم. و عجیب اینجاست که برخی از نهادهای مسئول که اونها مسئول امنیت کشور هستن، اونها باید گزارش میدادن، برخلاف این هشدار بنده اومدن گزارش دادن. این کشور ماست. آخرش چی خواهد؟ نظام بانکی نظارت نمیشود، نظام ارزی نظارت نمیشود. هر روز اختلاسی بعد از اختلاس. خب این سرمایه اجتماعی این کشور داره از بین میره، سرمایه انسانی این کشور داره خارج میشه از کشور، فرار سرمایه به شدت داره صورت میگیره، ما هیچ کاری نمیکنیم.